سلام و درود به برابکس استودیوی بردی تیوی. امیدوارم که حالتون خوب باشی، لاتیشو بر کرده باشید و آماده باشید نشسته باشید با اسنک و کلی خوردنی ویدیوی بردی تیوی رو نگاه بکنید، که این ویدیوی استابی خفن و جنجالی و به ترکونه. امروز اومدیم با هم دیگه بریم روی زیشول ریاکت بزنیم. یکی از پلیرهای مورد علاقه من بعد از فیت زیشول میتونه باشه، چون این پلیر واقعا ایم خفنی داره، واقعا ایم گادی داره. یه سری ادیتای روی ویدیوش میزنه که واقعا ویدیوهاشو جذاب میکنه. تو اونجایی که یادم جز استودیوی بردی تیوی بود، من واقعا همه رو یادم رفته، نمیدونم مثلا کلا هیچ یادم نمیاد دیگه. داخل کامنت ها برام بنویسید، واقعا یادم نمیاد، فکر میکنم داخل استودیوی بردی تیوی بوده ولی نمرهشو یادم نمیاد. امروز اومدیم با هم دیگه روی این پلی ریاکت بزنیم. زیاد من عادت ندارم اول ویدیو حرف بزنم، فقط سابسکرایب چنلیاتون رو لایک بکنید بریم سراغ ویدیو. تموم شد، همین. خب ویدیو شروع میشه و پرقدرت هم شروع میشه، خیلی هم عالی. و بله یه مقداری کم قدرت داره تموم میشه. و بله مثل اینکه ویدیو حالت خونین و انتقام دور داره، من داره الان یه چیزایی نصیبم میشه. این ویدیوی طولانی و انتقام گون و خونینه. باریکلا ببین سطح پلیر کاملا مشخص بود، معلوم بود اون پلیر خوبیه، کاملا برای من واضح و مبرهن بود که اون پلیر خوبیه. ها اگه جرات داری پیک بده عزیز دلم، زیشول قربونت برم، علکی نیستش. چیه احسنت، تبارک الله، بارک الله، قشنگ پودر کردنم. یعنی می فکر کرد اصلا خیلی باحاله، فکر کرد خیلی خفنه، گفتش حاجی دمیجش دادم برو بزنش، زار مرد. خدا نگهدار عزیزم. و واقعا این سویچ گانهاش واقعا فوق العاده بود، وقتی جونش کم بود شاتگان رو برداشت، ریسک نکرد، چون اگه دو تا تیر می‌خورد می‌مردش. اینو یاد بگیرید، همه نکته برداری یه دفتر نوت بیارید کنارتون، اون چیز استکی که گفتم آوردی داری می‌خوری رو بذار کنار، یه دفتر نوت بیار بنویس نکته های بردی تیوی رو. خب یه نفر اینجا ناک می‌کنه، یه نفرم می‌خواست از اونجا ناک بکنه ولی ناک نمی‌کنه. یه کوچولو ویدیوش قدیمی‌تره، فکر می‌کنم برای نسخه اسپایدرمن پابجی موبایل. چیکار که بله یه نفر رو ناک میکنه، خیلی هم عالی. فقط اون اسکولی که مولوتوف میشه و تکون نمیخوره ازش، یعنی حاضر نیستش بیاد بیرون یا مثلا تکون بخوره بابت اینکه نمیره. یعنی ببین اینو خورده بود میومدن یارشون رو ریوایو میکردن، بالا سرش میرقصیدن، بعدش هم مشت میزدن بهش، داشت باهاش حرف واقعا فوق العاده بود. حالا متاسفانه نتونستم بزنم عقب، ولی ایبی نداره، ایول پشمام. باریکلا خیلی مغز بازی خوبی داره از نظر من، واقعا مغز بازی خوبی داره، انمیاش به شدت دارن بهم حال میدن، واقعا انمیای خوبی داره، معلومه سطح سرور بالاست. بله خیلی هم عالی، یه بیلبیرک پروازی میندازه و این بازی کن. باریکلا قشنگ زد، قشنگ زد، قشنگ بود انصافا، خوشم اومد. پشمام یه نفرم ناک کرد، یعنی خیلی هم عالی، فکر نمی‌کردم کسی رو ناک بکنه. بله بچه این نسخه پابجی چینیه مگه؟ این مگه تو پابجی ما اومده؟ زیشول که پابجی چینی پلی نمیداد، شایدم میداد با این وضعیت. بچه چند تا پلیر هستن چینی هن همشون، یه گیم پلی هایی میذارن کلی از سطح سرور و انمیا تعریف کردم. یه اسکول اومده الان نمیدونست از کجا داره میخوره. بچه ها داشتم میگفتم چند تا پلیر خیلی خوبه چینی ژاپنی فکر میکنم هستن که واقعا بازیشون خداست، ولی من روشون ریاکت نرفتم تا الان و نمیتونم برم متاسفانه، چون فقط تیک تاکشون رو پیدا کردم و همه ویدیوهاشون موزیکای کپی رایت دار داره. یعنی من حتی اینستاگرام هم استوری میکنم میبینم یک دهم حالت عادی میخوره. بله دو نفر رو با اسکیس میزنه، چقدر صدا زیاده. بله میبینیم که ازشون میخواد یه نید بکنه، این نید تگیر گیره واقعا پلیر خوبی است. باریکلا یه نفر رو ناک میکنه، یه نفرم کیل میکنه، اون یکی رو بلافاصله. باریکلا خدایی دار، اصلا نمیفهم چی داره میشه، اصلا نمیفهمم که چه اتفاقی داره. پشمام از پشت زدن و زیشون رو نزدن، یارشو کیل کردن. یه چیزی این برای افتاد دوستان، نمیدونم چیه، انشالله که خونه جن نداره.
خیلی هم عالی، قشنگ زد. من ذهنم درگیر جن است، احساس میکنم خونه جن داره اتفاقی داره میفته. ایوان جون اینجا هم چیزی نمیبینم افتاده باشه زمین. خیلی هم عالی. بله خب یه نیده دیگه داره میکنه این بگیرا فشمام. بله مثل اینکه زدنش و دوباره فرود اومد و خب دو نفر همین جای کار زد. اینا نزدنش، یکی دیگه زدش که من به ادیتور گفتم دو ویدیو نذاره. بله نمیذارم کانتنت مزخرف ببینه ویور برجی تیمی. بله این شکلیه داستان، اینجوری هست. اوه 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 باریکلا، اینقدر یارو داشت بپر بپر میکرد، اینقدر داشت بپر بپر میکرد افتاد زمین بعد از اینکه ناک شد. اوه باریکلا باریکلا، قشنگ بود، بسیار بسیار زیبا بودش این صحنه، لذت بردیم به عنوان برده تیوی. هی میگم به عنوان برده تیوی، اینگاه مثلا برده تیوی، البته خیلی برده تیوی در جریانی که چقدر خفنه. نمیخوام زیاد از خودم تعریف بکنم ولی خب تعریف داره، چیکار بکنم. شما گیم پلی که برده تیوی داره ببینی رو دیگه کلن یا پاب جنبال رو میذاری کنار، یا هیچ ویدیویی از پاب جنبال نگاه نمی کنی، یا کلن یه انقلابی در روح روانت به وجود میاد. اینقدر که سطح گیم پلی برده تیوی چیه تخمی. اوه باریکلا، نگاه الان همین که اینو زد تمام یاراش میدونن کجاست. خب تمام یاراش میریزن همون سم. اینا نگاه نگاه، حتی خطشو داشت قشنگ. جونشو نگاه، واقعا در آوردن این فایت، واقعا در آوردن این فایت هنر میخواد. میبینی چقدر فکر بازیش زیاده، سریع پرید اونجا با پرید طبقه سوم خونه اومد داخل هیل کرد. حالا واقعا هر کسی می بود ممکن بود گیج بشه. و بله سریع از اون اتاق اومد بیرون که دو طرفه نشه. زد ولی خب به درد نخور. و یه نفر رو ناک میکنه باریکلا، یه نفر رو ناک کرد بلافاصله و الان باز هم در خطره. الان یاراش دیگه 100% میدونن کجاست، قشنگ میتونن از پنجره بپرن اذیتش بکنن. چقدر فایت طولانی و جذابی شده، یعنی واقعا با اینکه فایتش خیلی طولانی شده واقعا دارم خودم لذت میبرم از فایت. ایول و... چقدر آدم میسوزه خدا اینجور جاها که این فایت ها رو نزده. باریکلا. اوه اوه تازه میخواستم نگه دارم حرف بزنم دم. واقعا چه فایتی شده پشمام پسر. باریکلا باریکلا، و بالاخره تموم میکنه این بازیکن ها رو، بالاخره این فایت کذایی تموم میشه. پایینم انمی، نگاه پایینم انمی و اونا خودشون با هم دیگه هم درگیرن. فکر کن چند تا اسکواد قشنگ اینجا، 4-5 اسکواد قشنگ اینجا. اوه باریکلا، یعنی الان واقعا به شخصه جدی میگم اولین باری بود اشتباه فکر میکردم، قشنگ فکر میکردم انمی بیرون در خونه وایساده باشه، فکر نمیکردم داخل باشه. صدا پاشو بعد متوجه شدم ولی زیشور خوب گرفتینو باریکلا. باری که بردیا تیوی دیگه به هر حال سنی ازش گذشته، داخل باب جوال پیر شده دیگه، حواسش مثل اون موقعی که جوان بود کار نمیکنه دوستانا. بله یکم در رفت اون یکی پشماش گواجی، این چه عجوبه ای همه رو زد در رفت. اگه الان اینم بخوره واقعا همین لحظه گیم پلی میبنده.
خب نخوردش، ولی گیم پلی میمدیم چون زیادی داره طولانی میشه و وقتی من میشینم این شکلی اصولا لم میدم دارم خیلی فکر میکنم راجع به چه نمره بعد به این پلیر بدم. امروز نمره ای که به زیشول میدم نمره 8.5، واقعا نمره خوبی دارم بهش میدم، خیلی دارم باش حال میکنم که دارم بهش این نمره رو میدم. بره با خودش حال بکنه، برید داخل کامنتاش بنویسید بردی تی وی بهت 8 داد، خودش منتظر وقت اینه که بردی تی وی روش ریاکت بزنه. دوستتون دارم، امیدوارم که از ویدیو لذت رو برده باشید نهایتش رو، و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا بدرود.